درود بر همه یاران و همه دوستان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. برنامه لایو دیگری داریم و همونطور که از عنوان برنامه پیداست، امشب میپردازیم به تحریف تاریخ توسط شاگردان آقای عبدالکریم دباغ، ملقب به سروش. همونطور که مستحضر هستید و شاید هم نباشید، در هفته های پیشین مهدیین آقازمانی و جلالی تهرانی با هم نشستند و به هر حال یک نسخه ای از اسلام رو ارائه دادند در برنامه هاشون که در شبکه اندیشه و برنامه افق ایران پخش می شد. و در این برنامه اومدن به همون سبک خاص اصلاح طلبی مدل سروشی، یعنی مدل این آقای عبدالکریم دباغی، یک ماله کشیدن بر روی جنایات اعراب که بر ایرانیان حمله کرده بودند و با این دین رو میخواستند تحمیل کنند، و صدای بسیاری از دوستان هم بلند شد در این باب و دوستان بسیار آمدند و مقاله ها نوشتند و برنامه های تلویزیونی پر کردند و خلاصه اعتراض کردند به این موضوع. و حال من از باب تاریخی به این قضیه کار ندارم دوستان، میخوایم امشب این موضوع رو بشکافیم که روش سیاسی این اصلاح طلبان، استمرار طلبان برای نفوذ در شبکه‌های هوادار پادشاهی چی هست. میدونید که خیلی از اینها خیلی قشنگ، بعضی هاشون میان خودشون رو هوادار شاهزاده جا میزنن، بعضی هاشون میان نمیدونم سر انتخابات شاید 4 تا داد و بیداد بکنن. خب برنامه های پیشین اینها رو ما دیدیم، ولی خب اون جایی که لازم باشه یک چیزی رو به مردم تحمیل کنن در قالب حالا یک تلویزیون هوادار پادشاهی، در قالب نمیدونم یک اندیشه مخالف جمهوری اسلامی، اونجا کارشون رو انجام میدن. اون نسخه اسلام ناب محمدی رو نمیذارن از بین بره، چون این از بین بره کل این خاندان، این افراد و کسانی که از این باب نون میخورن، کل این آخونده و بچه آخونده و اینا دیگه باید کاسه گدایی به دست گرفته و راهی کوچه بازار شون، چون هیچی هم که بلد نیستن اینا، هیچ هنر و صنعت و تکنولوژی، علم، مثلا 4 تا خط برنامه نویسی بکنن، نقشه‌ای بکشن، هیچ، فقط همین بشینند و این مزخرفات رو به خورد مردم بدن. و حال ما میخوایم بشکافیم که این جریانات از کجا اومده. دوستان در باب تاریخ و غیره بسیار صحبت کردن، من بعضی از برنامه ها رو دیدم و میتونید در یوتیوب جستجو کنید، همچنین در گوگل جستجو کنید که پاسخ ها دادن به این دو مهدی، مهدیین. ولی که ما میخوایم از باب سیاسی بشکافیم که اینا اصلا کی بودن، از کجا اومدن. میدونید که چند تا برنامه است من شروع کردم میشکافم که نسب اینها به کجا میرسه، نسب این افرادی که میان و میخوان یک چیزی رو به مردم تحمیل کنن. مثلا تو چند تا برنامه پیش این کامبیز حسینی و این دار و دسته رادیو فردا رو معرفی کردم، بعدش شاهزاده نامداری و بعدش پسر عارف و غیره و غیره، همه اینا رو معرفی کردم که همه زد و بند آقازادگی دارند. حال میپردازیم دوستان به این دو فردی که اسامیشون رو اون بالا میبینید، ببینیم اینها کیان از کجا اومدن. و جالب هست، میان برنامه میگذارن در باب حمله اعراب، در باب این اسلام ناب محمدی که به زور شمشیر وارد شد دفاع میکنند، این جنایات، این
خونهایی که بر زمین ریخته شد رو اینها یک جور برداشتن و ماله میکشن. بعدش هم به طرف نشسته تو برنامهش میگه که بعد ما چون حرف جدید زدیم، خیلی ها حرف جدید رو قبول نمیکنن. چه حرف جدیدی زدی؟ حرفت غیر از این نبوده که آخوندها میگن. آقای جلالی تهرانی، آخوندها هم یه نسخه میگن که بله، مردم از ساسانیان ناراضی بودند و مردم خودشون با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. تو کتاب تاریخ دبستانهای ما پره، خوندیم اینها رو، این دروغها رو خوندیم و گذشتیم ازش. فقط تو همون سرزمینی که من به دنیا اومدم، در همون استان فارس که مرکز خلافت ساسانیان بود، که بهش شهر استخر میگفتند، استخر، من خودم متولد شمال فارس هستم، اقلید، از اون قسمت تا قسمت‌های داراب مرکز خلافت ساسانیان بود. تو اون منطقه هر جایی سر بزنید، حتی تو همین شهر من، آثار ساسانی، کتیبه ها، همه اینها رو میبینید. تاراج کردن اون منطقه رو و مردم در اون منطقه، در اون مقطع زمانی، به گفته مورخین بزرگ مقاومت های جانانه کردن. اینجور نبوده همینجور ما کشور و ایران رو تحویل این اعراب بدیم، تحویل این اعراب مسلمون بدیم. این چنین که به این راحتی نتونستن کشور رو بگیرن. در همون سال 28 هجری قمری که اینها حمله کردند، مردم در همون شهر استخر سه بار گماشته خلیفه رو کشتن، شورش کردن، اون عربی رو که گذاشته بودن اونجا کشتن، مقاومت کردن، برخواستن، قیام کردن. 4 سال، 5 سال فقط جنگیدند. این خلیفه های اعراب نیرو میفرستادن، مجبور میشدن، نیرو میفرستادن، یه قتل عام میکردن، شهر رو میگرفتن، استخر رو دوباره، مردم همین که این نیروها رو عقب میشوندن و برمیگشتن، مردم قیام میکردن و میکشتن اینها رو. عثمان خلیفه سوم عبدالله ابن عامر رو فرستاد که تو همون استخر بیش از اول که این عبدالله عامر به زور تونست دوباره استخر رو بگیره، همون سرزمین نیاکان من رو. نگاه نکنید ما حالا اسممون مهدی شده و سید گذاشتن جلو اسم، اینا همش دروغهای تاریخیه، اینها همه دروغهای تاریخی. ما نجات خودش رو پیدا میکنه دوستان، ریشه و نجات و خون تا صدها سال هم بگذره آخر به اون نجاد اصلی باز میگرده. این اسامی و اینها همه کشکه، همه پشمه، زیاد اینها رو ما توجه نمی کنیم. عبدالله عامر وقتی میخواست دوباره استخر رو بگیره، اول که با مقاومت جانانه مردم روبرو شد و بعد هم وقتی که تونست استخر رو دوباره فتح کنه، بعد از چندین بار و بعد از مقاومت ها و دلاوری ها، انقدر سخت بود این امر براش که دستور داد 40,000 نفر رو کشتن. 40,000 نفر دوباره یکی رو گذاشت اونجا گماشته خلیفه، رفت، مردم دوباره قیام کردن. مردم اون منطقه شما نمیشناسید، من میشناسم، از چیزی حراس ندارن، منتها این بعضی مواقع این خون و نجات ما با بسیاری مسائل دیگه آلوده شده و خودش رو پیدا کنه، خواهید دید چه نوع مردمانی هستند و چه به سرتان خواهد آورد. حالا هی بشینید و دفاع کنید. دوباره در زمان خلیفه چهارم که علی باشه، علی ابن ابی طالب، عبدالله ابن عباس رو میفرستن، چون گماشته قبلی رو مردم کشتند در همون استخر. دوباره عبدالله ابن عباس رو میفرستن و ایشون هم چون که به زور تونسته بود شهر رو فتح کنه و دوباره اونجا رو بگیره، 100,000 نفر هم ایشون کشتند. و اصلا این شرح وقایش تو این کتاب های تاریخ طبری واقعی اینها هست
و برنامه هم برنامه تاریخی نیست، ولی این مقدمه رو گفتم که بگیم ما میدونیم ما تو اون منطقه بودیم و آسیب دیدگان اصلی هم ما بودیم. بزرگترین پایتخت دنیا رو که در اون از پایتخت ساسانیان بوده که منطقه ما بوده و شهر استخر بوده، استخر بزرگ، اینها به خاک و خون کشوندن. حالا نمیگیم انتقام چون گذشته، وقایع تاریخی گذشته، ولی کن دیگه دروغ رو که باور نمی کنیم ما. بیایید حالا دروغ رو تحویل بدید، بخواید روی این جنایاتشون مالکشی کنید. یک حادثه حالا یا اتفاق افتاده یا نیفتاده یا هر چیزی درباره صحبت میگن اسرائیل یهودیا کشتار شدن. خب هنوز دارن یقه آلمانو میگیرن برای این کشتار. حالا ما بیایم طرفداری هم بکنیم بگیم نه این چنین نبود، همه چی رو برعکس جلوه بدیم، بعد بگیم اینها همه صحبت‌های جدید تاریخی و اینها. خلاصه اینها رو بگذریم، حالا بریم سراغ این افراد. چون این افراد نفوذی که میکنن در شبکه‌های هوادار پادشاهی، ببینید یه چیز رو من میخوام به صراحت بگم، دوستان توجه کنن. در طی این سالها یا در طی این سالهایی که من دارم برنامه‌های اپوزیسیون، برنامه‌های کانال‌ها رو دنبال می‌کنم که اکثراً هم کانال‌های هوادار پادشاهی است، می‌بینم که یک عده که مثلا جدید هم از ایران اومدن اکثرشون، میان و طی رفتن به این کانال‌ها مظلوم نمایی، موش مردگی، از این جور کارا خودشونو میکشونن بالا، یک سری مخاطب پیدا میکنن. کاری به چیز ندارم، ما رادیو فردا، بی بی سی، نمیدونم صدای آمریکا، اونا که حسابشون جداست. یه عده از همین استمرار طلبان که اسمشون هست، اصلاح طلبان، اسم اصلاح طلبی رو مصادره کردن گذاشتن رو خودشون، نام از این طریق تو این کانالا میان یه خورده حالا شعله رو تندتر میکنن، چهار تا فوش هم شاید به رژیم بدن و چهار تا قیافه یه چیزم بیان، ولی که در مقاطعی که لازمه کار خودشون رو دوستان انجام میدن. نمیدونم تا کی باید این هواداران پادشاهی راه رو اشتباه برند و بعضی از مدیر این شبکه‌های تلویزیونی حالا به خاطر پول یا هر چیز دیگری این افراد رو بیارن و در کانال‌ها راه بدن. بیان رو گرده هواداران پادشاهی سوارشن، از پول اونها، از امکانات اونها استفاده کنن، سر آخر هم راه خودشونو برن، چیزی که خودشون میخوان رو در ذهن مردم کنن. دوستان سواری ندید، تا کی میخوای سواری بدید؟ بسیارانی رو میشناسم که کمک میکنن، پول میدن، نمیدونم حمایت میکنن، ولی خب دارید خودتونو گول میزنید. خودفریبی کافیست. چرا کافی است؟ چون باید بشناسیم که افراد از کجا اومدن. من مبارز نستو به اسم مهدی میرقادری در ایران، برید جستجو کنید، سال 2014 از کشور خارج شدم، تا 2014 به قبل، یعنی از سالهای قبلش، بالاخره یه شخصیتی که در ایران داشتم. بزنید مبارز نستو، مصاحبه ها میاد، نظرات میاد، عقاید میاد، وبلاگ میاد، یه سری چیزها میاد دیگه، تا اون موقع که با اسم مستعار بودم. پیشینه این افراد رو هم نگاه کنید. بفرمایید الان پیشینه مثلا همین آقای جلالی تهرانی رو میخوایم نگاه کنیم. بفرمایید ایشون آقای مهدی جلالی تهرانی هستن. ایشون هم پدر بزرگوار آیت الله سید محمد جلالی تهرانی. شما چه توقعی دارید؟ مثلا توقع دارید از این آدم چیزی به غیر از اون سخنانی میگه که بیرون اومده؟ بعضی دوستان تعجب میکنند یا براشفته میشن، وای فلانی اینو گفت اونو. اصلا تعجب نداره. فردی که بچه آخوند هست به سختی میتونه اندیشه هاش رو کنار بگذاره. خیلی خیلی باید دیگه یک اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفته. تفاوت ها داره که شما در خونه ای که آخوند باشه به دنیا اومده باشید یا در خونه ای که یک
نظامی بوده باشه، ارتش شاهنشاهی بوده باشه، به دنیا آمده باشید. تفاوت ها داره که شما زیر دست اصلاح طلبان در اون جامعه کار کرده باشید، در اون جامعه به قولی اصلاح طلب بوده باشید، پیرو اندیشه های استادتون استاد سروش بوده باشه، استادشون استاد سروش، حالا نمیدونم این آقای عبدالکریم سروش هم که این ایشون هستن، البته بگم ایشون عبدالکریم دباغ هستن دوستان، این فامیل سروش رو نمیدونم دزدیده چجوری برداشته رو خودش گذاشته، ما والا یکی از دوستان با نام سروش میشناسیم، بسیار انسان درست و وطن پرستی است. حالا این تا آقای عبدالکریم دباغ که نام سروش رو هم مصادره کرده و دزدیده و روی خودش گذاشته، حالا اصلا همین آقا کی بوده، استاد ایشون کی بوده، خودتون میدونید که مثلا ما دو تا دباغ داریم، کلا تو این مثلا دباغ ها سرچ کنید میبینید که دو تا دباغ تو این انقلاب و اینها خیلی فعال بودن، یکیش این هست، یکیش هم خانم مرضیه دباغ هست دوستان، این مرضیه دباغ هست و به قول این شب به خواب آدم بیاد ببینید این خانم مرضیه دباغ و خمینی، همه جا پشت خمینی بوده، این غذای خمینی رو میگفتن این میچشیده ببینن توش سم ریختن نریختن، همه جا پلو خمینی، در کنار خمینی، از یاران خمینی، این یکی از تروریست های بزرگ این بوده که در زندان های شاه به درستی در زندان های شاه میبینید که اینجا زندانی بوده که بعدش آزاد میشه و اینها جالبه. حالا یک امروز رفتم داشتم اینها جستجوهایی میکردم ببینم این دوتا دباغ، این یعنی مرضیه دباغ و عبدالکریم دباغ ملقب به سروش با همدیگه اصلا ارتباطی دارند یا نه، و رفتیم و به یک نتایج خیلی جالبی رسیدیم، دیدیم که بذارید این آقا خانم این دوتا رو بذارم کنار هم، یه آخوند به اسم حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی، اسمش یه کامیون هم نمیکشه، اومده و گفته که این زمانی که این مرضیه دباغ از کشور فرار کرده بود و به لندن رفته بود، این سروش هم اونجا دانشجو بوده و این سروش هم گویا خیلی آدم همین تو نخ دختربازی و از این جور کارا بوده، به بهونه خواستگاری خلاصه بلند میشه میره بیمارستان، به بهونه عیادت بلند میشه بیمارستان و خواستگاری میکنه از این دباغه و خلاصه اینم میگه که نه تو اومدی از من خواستگاری کنی یا از دختر چهارم پنجمم، یه تیکه به اون میندازه. خب اینا نگاه نکنید حالا تو این روسری موسری یا ریش و پشم و اینا، اون پشت مشتا کارهایی میکردن به هر حال با هم دیگه، حالا اینا رو مثلا این آخونده به اسم، بذارید آخونده رو هم بهتون نشون بدم، این آخونده داره تعریف میکنه که اینها چه میکردند اون پشت مشتا با هم. بعد جالب هست که چندین سال بعد هم همین خانم دباغ، این که الان رو تصویر هست همین حجت الاسلام سید صادق موسوی شیرازی است، این خانم دباغ چند سال بعد هم میگه یه بار سروش یکی از شاگرداش رو فرستاد و چند سال بعد که این شده بود نماینده مجلس و پیام داد که پاتو از کفش من بیرون بکن، چندین سال بعد از انقلاب هست دوستان، حالا چه کفشی بوده چه پایی بوده جریانات اینا با هم چی بوده، جی جی باجی بودن چی بودن، خلاصه یه کارایی میکردن، اینم گفته نه تو زنت رو که همه یه خرج زندگیت رو، این داره به سروش میگه، همه یه خرج زندگیت رو
میداد و تو رو به اینجا رسوند و اینها، طلاق دادی و برو به فکر دخترت باش و به فکر زن گرفتن برای پسرت باش. خلاصه اینها یک جریاناتی با هم داشتن دوستان. من این رو چون جالب بود و بهش برخوردم دارم میگم. اون عبدالکریم دباغ ملقب به سروش با این مرضیه حدیدچی، حالا این اسمش مرضیه بوده، خمینی بهش میگفته خواهر طاهره، خمینی اینو خواهر طاهره صدا میکرد، هر کسی دیگه اینا میبینی خمینی مثلا این با اون بوده، اینا میدونم این جریانات داشتن با هم دیگه. حالا جریاناتش شاید بعدها بیرون بیاد، این داستانهایی که اینها با هم انجام میدادن خلاصه. ولی میخوام بگم که مثلا این آقای جلالی تهرانی که در اینجا مشاهده میکنید، این فرد استادش آقای عبدالکریم دباغ ملقب به سروش که اندیشه های ویرانگرش در انقلاب اسلامی پیداست. یه عده‌ام خیلی طرفداری میکنن آی سروش آی سروش آی اندیشه استاد سروش استاد، والا همون استاد این استاد اینها به درد همون دباغی و اینا میخورند. چه اندیشه هایی، اندیشه چی؟ انقلاب فرهنگیش اندیشه درستی بوده؟ کارهای تروریستیش؟ این آقای عبدالکریم دباغ به عنوان دانشجو تو انگلیس درس میخونده، از اون طرف هم کمک به خمینی تروریست و کارهایی از این قبیل، قرآن تفسیر کن و نمیدونم در بین اینها هم میدونید که اسمش قرآن تفسیر کردنه، همین الان هم هست توی همین مساجد اروپا اینا، اسمش قرآن تفسیر کردن و نمیدونم آیات دینی و درس های دینی و اینهاست، تو اونجا آموزش تروریستی میدن. اینا هم دقیقا این کارو میکردن. میخوام بگم که بدونیم که اشخاص از کجا میان و بفهمیم که طرف چه بوده که بوده، زیاد سریع امید نبندیم. دیدیم که همین آقا اومد یه دو سه کلم راجع به انتخابات صحبت کرد، همه آی شیر کن پستاشو اشتراک کن، حتی خود من هم گفتم صحبت جالبی هست، ولی بلا فاصله شما دوستان دوگانگی که دیدید سریع یقه بگیرید، اصلا نترسید. وقتی دیدید طرف راهشو جدا کرد یه ذره داره کج و راست میزنه، این بدونید که این داره یک بوهای دیگری میاد دوستان و در جریان باشید. ما باید اینها رو، این تک تک این افراد رو که یک سری خطها میخوان بدن رو بشناسیم. نمونه دومش هم همین شخصی بود که به قولی با این فرد صحبت میکرد، آقای آقا زمانی، دکتر آقا زمانی. حالا ما نمیدونیم این جریان دکتر بودن چیست، این زمان مثل زمان قاجار شده دوستان، از بس که عقده های خود کمبینی و اینها دارند، مثلا قدیما میذاشتن نایب السلطنه و مشیر الدوله و اینا، الان دکتر و مهندس حتما باید جلو اسما باشه وگرنه عقده است دیگه. میبینید این اصلا تو خارجی ها همچین چیزی رو میبینید، طرف مثلا پروفسور داره دکترا داره. حالا اینها هم که ندارن قربونشون برن، وقتی میری سر میذاری تو پرونده اینها میبینی که همه علکی، یه اسمای علکی مثل دکتر حسن روحانی و امثال این دکترها، میبینید که این دکترها هم عبدالخیاریه، دکتری در کار نیست. حالا اصلا داشته باشن، همین جور به خودشون و به ناف خودشون میبندن و عقده خود کم بینه. بله ایشون هم الان ببینید، کسی که به قولی پیامبرش و معبودش شیرین عبادی باشه از این بهتره. شیرین عبادی رو که میشناسید، همون زنی که اومده بود و گفته بود که در چند سال پیش، من یادم هست شاید 4 یا 5 سال پیش بود، اومده بود گفته بود بله آزادی ها در زمان الان خیلی بیشتر از زمان شاه هست، وقتی که خودش از کشور فرار کرده بود و اومده بود بیرون، حالا به هر اسمی یا دروغین یا راست، میگفت آزادی ها تو زمان الان بیشتر از زمان شاه. حالا این شده پیامبر این سرزمینی که برنده صلح نوبلش را در تبعید میفرستد. این صلح نوبل اینها همتون میدونید که
یه سری از جوایزی هستن، یه عده رو ببرن بالا و از این عده صحبت هایی که خاص خودشون باشه دوست دارن و انجام بدن. مثلا حمله کنن به اسرائیل، حمله کنن، اون صحبت هایی که خودشون دوست دارن. گلوبالیست جهانی چی دوست داره؟ به همین علت میبینیم که چگونه هست و چه گفته. حالا میایم اینجا بررسی میکنیم همین آقا رو. ببینید، من رأی ندادم اما همه مردمی که رأی دادن رو محترم میدارم و با آزادی عقیده ایمان دارم. بله، رأی ندادم ولی اونایی که رأی دادن محترم هستند. اینا آخه میدونید یکی مثلا کامبیز حسینی میتونه تا یه حد صحبت کنه چون دستش بازتره. این مثلا تو رسانه هوادار پادشاهیه تا یه اندازه میتونه کمتر صحبت کنه. اون یکی مثلا توی یه رسانه ای مثل نمیدونم رسانه من و توه تا یه ذره میتونه صحبت کنه. اینا همشون اندازه دارن. مثلا این رأی دادن ها حالا محترم هستن ولی خب منم رأی ندادم. ببینید این نمونه صحبت ها رو، این نمونه تکس ها رو ما باید به خاطر داشته باشیم. اینها این رنگ داره، این تکست ها رنگش رنگ خوبی نیست، رنگ به قولی بوی اصلاح طلبی به مشام میده، بوی استمرار طلبی میده این نو تکست ها. بعد حالا بعد هم این آقا شروع کرده که بله من روزنامه نگار مستقلم، کارمند هیچ جا نیستم. از که این صحبت شروع شد؟ از زمانی که شاهزاده اومدند و فرمودند که من به هیچ جا وابسته نیستم، هیچ کسی هم سخنگوی من نیستشون. میدیدیم اینها اون دار و دسته دیگر که حالا اسمشون رو نمیارم میشستند و هی خودشون رو نماینده شاهزاده جا میزدن. هر کسی هر آزاده یک سخن میگفت، یک حرفی میزد، به اسم شاهزاده میومدند و سرکوب میکردند و فحش میدادند و پراکنده میکردند هواداران پادشاهی رو. شاهزاده اهورمزدای ایران را سپاس اومدن و فرمودن که هیچ کسی از اینها، هیچ کدومشون، کل هم اجمعین سخنگوی من نیستن. من این 5-6 تا سایت خودم زنده هستم، حی و حاضر، به همان پاسخ میدم، سخنگو هم احتیاج ندارم. اینها هم از اون زمان دیگه دیدن از این نمد کلاهی نمیشه به بافه، شروع کردن بله ما روزنامه‌نگار مستقلیم، ما کارمند نمیدونم هیچ جا نیستیم، کارمند هیچ. این تو دوباره این رو تکرار کرده. ببینید اینجا اومده با یک مقدمه چینی و خیلی گسترده تر دوباره همون من کارمند هیچ جا نیستم و از این صحبت ها. و دوستان این موضوع از بعد سیاسی بخواید بشکافید، بعد تاریخی صحبت‌های اینها رو به کنار، بعد تاریخی متخصصین تاریخ می‌طلبه. ولی که در بعد سیاسی که من حداقل 11 سال از عمرم رو دارم توش کار می‌کنم، می‌دونم که یک سری افراد هستند در لباس‌های مختلف در میان و در اون لباس ها روی گرده هواداران پادشاهی از پول ها، امکانات، از بینندگانشون، از مجموعه شبکه های اجتماعیشون، همه اینها سوء استفاده میکنن، میرن بالا. وقتی رسیدن بالا اونجاست که دیگه زمان بهره برداریه. الان دیگه باید نظرهای مستقل خودمون رو بگیم. الان که دیگه ما کارمند هیچ جا نیستیم. این چنینه دوستان. این روشی بوده که جمهوری اسلامی حداقل یک کم قبلتر از 88 تقریبا در دهه 80 این رو استارت زد و آغاز کرد، یه عده رو بیرون فرستاد به جای اینکه بیاد و با اپوزیسیون مبارزه کنه، به صورت مستقیم ترور کنه فلان کنه، گفت خب خودم اپوزیسیون میسازم میفرستم و از زبون اونها حرفامو میزنم. یکی میشه کامبیز حسینی میشینه توی رادیو فردا، از زبون اون حرفامو میزنم. یکی میشه نمیدونم آقایان جلالی و آقای آقا زمانی، از زبون اونها حرفم رو میزنم، کاری نداره. حالا جالبه
این دو فرد هم کامبیز هم آقا زمانی توی یک مقطع مشخص. ببینید دوستان، بذارید این ویدیوی خودم رو بردارم. ببینید به یه نکته اشاره کردن. این گفته که بی‌صبرانه منتظر رفع توییتر فیلتر توییتر هستم تا ببینم دوستانی که میگن ما اکانت با اسم مستعار داریم به خاطر حفظ امنیت آیا اکانت واقعی درست میکنیند یا چی؟ به لحظه یه حالات تن. حالا آقا زمانی هم گفته که تقریبا توی مقطع زمانی یک ماهه بوده که این دوتا توی یک ماه بیرون اومده. به این که 40 تا چماقش سایبری و 400 تا اکانت جعلی ندارم افتخار میکنم. خب ببینید دوستان، نمیدونم اینها آیا جون بچه های داخل براشون اهمیت نداره، مثلا این کامبیز حسینی یا این به قولی آقا زمانی و غیره. این یه استراتژی وزارت اطلاعاته. شمایی که تو ایران هستی یا خارج از ایران، دوست نداری با نام حقیقی خودت فعالیت کنی، میخوای نامت مستعار باشه، مخفی باشی و از این طریق راحت تر مبارزه میکنی. این که هی فشار بذارن که بله اکانت فیک هستید، شما دروغین هستید، شما قلابی هستید، این یه استراتژی تشویقی وزارت اطلاعات. تشویق میکنه که بیای چهره خودت رو نشون بدی. من تو ایران بودم خیلی از این پیام ها میگرفتم، تو اگه مرد هستی جرأت داری بیا بگو ببینیم کی هستی، نشستی اون پشت اکانت، نشستی تو پستو، از این صحبت ها. ولی خب من چون میدونستم اینها روش هایی هست که تحریک کنن و به حرف بیارن، هیچ موقع توجه نمیکردم. الان این دوتا همزمان شروع کردن، شما فیک هستی، شما حرف نزن چون فیک. جالب هست و متد هایی میبینیم که دیگه میرسه مستقیم به وزارت اطلاعات و همزمان هم انجام میدن، با هم انجام میدن. میدونید که حالا فیسبوک رو نگاه نکنید بچه های ایران، هواداران پادشاهی، چون میدونید که هواداری پادشاهی داشته باشید یا باید برید زندان یا باید برید اعدام، درسته یا نه؟ اینا اکثرشون با اسم مستعار هستن توی توییتر، توی تلگرام. یک کانال هست، یک شبکه گروه چت، تقریبا 2200 تا عضو داره، همه هوادار شاهزاده رضا پهلوی هستن و اکثرا از ایران هستن و اکثرا نام مستعار دارن. اینها بهشون فشار آورده، میبینن مثلا یه پستی وجود داره که هواداران پادشاهی میذارن، شاهزاده میذاره، 5000 تا لایک میخوره، خودشون صحبت میکنن مثلا 50 تا لایک هم نمیگیرن. بهشون فشار میاد و میان میگن اکانت فیکید، اگه راست میگید خودتون بیاد. و این سخن که سخن احمقانه ای هست، چون ما برای نمیدونم خوش و بش و اینها که نیومدیم تو این فضای مجازی، برای دختر بازی اینها مثل شماها که نیومدیم تو این فضای مجازی، برای پسر بازی که نیومدیم شوهر پیدا کنیم که نیومدیم تو این فضای مجازی، چون استمرار طلبان رو اینها رو من میشناسم چه جور آدم هایی هستن. ما اومدیم اینجا مبارزه کنیم. اسم حقیقی یا مستعار بسته به تشخیص شخص اصلا مهم نیست. حال هی بیایید با اکانت فیک و اینها بخواید کوچیک کنید و ببینید چه کسی پشت اون نشسته تا ببرید تحویل جمهوری اسلامی بدید، ما همینجا جلوتون ایستادیم، من خودم جلوتون ایستادم و افشاتون میکنم، میگم که این روش ها رو بچه های داخل پیاده نکنید. بچه های داخل دارن به بهترین نحو مبارزشون رو انجام میدن. و یا دوستان خارج، اصلا دوستان خارج دلشون میخواد که با به قولی نام مستعار بیان، به شما چه مربوطه؟ به قول ترکا سننه، به تو چه مربوطه آخه؟ هر کسی هر جور دلش میخواد بیاد، این یه عرصه مبارزه است. یکی میخواد اصلا تو خفا بره ترتیب عوامل جمهوری اسلامی رو بده، میخوای بشناسی ببینی کیه؟ از این روش ها استفاده میکنید؟ ما جلوتون ایستادیم، من جلوتون ایستادم.
و به قولی یه نکته هم یادم اومد، این آقای آقا زمانی گویا دوستان دو سه تا دوستان پیام دادند و یه دو سه تا هم دیدم یاور عزیز نوشته بود روی فیسبوکش، میگفت که ما اومدیم یه کامنت برای آقا گذاشتیم، یه کامنت خیلی مؤدبانه خیلی محترمانه، میگفت یک دقیقه نشده، برای همین آقایی که رو تصویر عکسش رو میبینید، میگفت یک دقیقه نشده دیدیم تلفنمون توی فیسبوک زنگ خورد، دیدیم این فیسبوک هم قربونش برم زنگش رو باز گذاشته، هر کسی دست میذاره رو دکمه دررررنگ، برای منم پیش اومده و اصلا هم دوست ندارم زنگ بخوره تو فیسبوک، یعنی یکی کار داره پیام میده بعدا میام میخونم ببینم چیه. دیدیم فوری زنگ خورد آقای آقا زمانی و شروع کرد فحش خوار و مادر دادن به خاطر یک کامنت. اینم نوع ادبیات اینها، اینها رو تلویزیون و جلو صحنه یه چیز دیگه، پشت صحنه قیافه اصلیشون و کارهاشون پشت صحنه است دوستان، پشت صحنه میتونید ببینید چی هستن، چه جانورانی هن اینها. خب خواستم اینها رو بگم که مراقب باشید، به هر حال دوستان مراقب باشید که اوضاع چگونه است و به چه ترتیب است و گول این سبک افراد رو نخورید. یه چیز دیگه جالب بود، من بذارید اینجا ببینم میتونم براتون پیدا کنم. آها، یه مطلبی رو دیدم جالب بود، چون این هم دقیقا به این نوع افراد مربوط میشه، به این استمرار طلبان، به اینهایی که دم از اسلام ناب محمدی میزنند و به قولی ولی روش و خط و مشیشون به یک گونه دیگری است. اینجا آقای شریعتی رو که حتما همه به خاطر دارید، علی شریعتی، این موضوع آزاد نامداری و اینها که پیش اومده بود، بذارید دوستان در این سمت میتونید ببینید این عکس علی شریعتی رو یک کم هم بزرگش کنم. گفته بودن که بزرگترین از بزرگترین درویان تاریخ یا بنیانگذار درویی اسلامی در این تاریخ معاصر این آقای علی شریعتیه. چگونه این آقاست؟ خودش با زن محجبش هر روز میگرده و میچرخه و سیگارش رو میکشه و مشروبش رو میخوره، بعد میاد برای بانوان ایرانی کتاب فاطمه فاطمه رو مینویسه. دوستان بزرگترین دروی تاریخ معاصر، کم نداریم از این جور جانوران. علی شریعتی استاد دکتر شهید علی شریعتی، سه تا دروغ بزرگ، نه ایشون دکتر بودن، نه شهید شدن، نمیدونم، خلاصه دروغ های تاریخی در باب ایشون هم زیاده. کلا اینها همشون با دروغ بسته شدن، عجین شدن با دروغ. خواستم این رو هم بهتون بگم که به خاطر بسپارید. ببینیم دوستان در فیسبوک نظرشون چی هست، یک نگاهی هم به دوستان بیندازیم. یه عده از دوستان هم مرتب به ما پیام میدن که درباره این برنامه بساز، درباره اونو افشا کن، اونو بساز، لیست میدن. دوستان عزیز میان تو یوتیوب مینویسن، دوستان تو یوتیوب هم سابسکرایب بشید یادتون نره، اگه میخواید برنامه ها رو ببینید سابسکرایب بشید. والا دوستان ببینید، دشمنان هوادار پادشاهی سه دستن. الان شما سه گروه، یعنی سه دسته رو مرتب به من پیشنهاد میدید که
راجبشون برنامه بسازم و صحبت کنم. دسته اول گروه نادانان هستند و خودشیفتگان. این گروه یک سری افرادی هستند که به علت عدم توجه حالا یا شاهزاده یا هواداران پادشاهی یا هر موضوع دیگه، اینها سریعا مثلا طرف تا دیروز هوادار پادشاهی بوده، یقه میدرانده برای شاهنشاه و شاهزاده و غیره، چون که بهش توجه نشده انقدر عقده ها و اینهایی کم خود کم بینی دارند، سریعا حالا شده دشمن. 2 روز دیگه مثلا شاهزاده بهش توجه کنه میشه دوست. اینها تکلیفشون اینجوریه و به اینها من کار ندارم، این لیست اینها رو برام نفرست. دسته دومم که دشمنان خود شاهنشاهی، پادشاهی، حالا میتونن کمونیستا باشن، میتونن نمیدونم جمهوری اسلامی به طور مستقیم باشه، میتونن اسلامگرا، اینا این افراد هستن. اینا هم که دشمنشون واضحه، چه نیازی است که راجبشون صحبت بشه. ولی دسته سوم که باید راجبشون صحبت بشه و باید افشا بشن و باید مردم اینها رو بشناسن، دسته ای هن که به عنوان روزنامه نگار، به عنوان نویسنده، به عنوان نمیدونم برنامه سا، اینها توی جمهوری اسلامی بودن، صادر شدن خارج کشور. یکیش نشسته تو رادیو فردا، اون یکی تو صدای آمریکا، یکی اومده تو افق ایران، اون یکی شده تحلیلگر اسلام، اون یکی شده اینا خطرناکن دوستان، چون اینها هم به کارشون مسلطند، سابقه روزنامه نگاری دارند و هم خط و مشیشون به صورت مخفی هست، یک جوری ذهنها رو میشورن که خیلی سخت میشه فهمید. نبرد من و صحبت من با این دست افراد هست، این دست افراد رو جزو دشمنان خطرناک میدونم. اون دو دسته دشمنان خطرناکی نیستند، یکیش که دشمن مستقیم میشه باهاش جنگید، یکی دیگرش هم که جز نادانان و خودشیفتگان هستن که اونها هم حزب بادن، باد از این ور میاد میچرخن، از اون ور میاد میچرخن، یا دیوونن، اعصاب ندارن، جز اون دستن. نه، اون دوتا جز دشمنان خطرناک نیستن، هرچی هم بگن به نفعه. ولی این دسته سوم رو حقیقتا همه باید جلوشون بیستن، چون جز خطرناک ترین دسته ها هستند اینها. خب حال دقیقا الان همین چیز رو باز کردم، بابک خسروی نوشته دشمن اصلی اصلاح طلبان هستند. باور کنید اگر این اصلاح طلبان، باور کنید به ایران سوگند، اگر خاتمی 20 سال پیش ظهور نکرده بود یا یک جورایی این رو نکشونده بودن بیرون و آورده بودندش، همونجا رژیم رفته بود. رژیم در یک مقطع وحشتناک به سر می برد تو دوره خاتمی. من بچه بودم به خوبی ولی یادم هست، سفیرهای اتحادیه اروپا همه سفارتاشون رو تعطیل کرده بودن دوره رفسنجانی به خاطر قتل عام میکونس، به خاطر ترورهای خارج کشور. رژیم تو یک منگنه وحشتناک بود، از داخل سرکوب آزادی های اجتماعی وحشتناک بود. دوستان یه آستین کوتاه ببینید، این پیرن منو ببینید، همین آستین کوتاه میپوشیدید میومدن دستتون رو رنگ میزدن، یه ذره مو بیرون بود میومدن. خب اینها همه باعث یک شورش های درونی داشت شکل میگرد. نفرت از رژیم وحشتناک بود و تمام مبارزین درون کشور به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی باید بده. یک دفعه خاتمی رو آوردن علم کردن، پراکنده کردن دوباره مبارزات رو و خاتمی رژیم رو بیمه کرد و بسیارانی هم پشت سرش سینه زدند و فریب خوردند و هنوز هم فریب میخورند و همون روش فریب دادن هم هنوز ادامه پیدا میکنه. بذارید من کامنت ها رو باز کنم، یک درودی به دوستان بگم که دارن برنامه رو میبینند. و خاتمی رژیم رو بیمه. خب درود بر همه عزیزان، روزا، محمد رضا شاه،
دوستان میگن که محمد رضا شاه نوشتن که نمیدونم چه وقتی برنامه شروع میشود، اگر میشود اعلام کنید. من بارها گفتم برنامه ساعت مشخصی نداره عزیزان، ولیکن یک راه خیلی ساده دارید. اگه شما در ادلیست من هستید که هستید، خب نوتیفیکیشن براتون میاد، همینجا میتونید یک گزینه رو فعال کنید، میزنه نوتیفیکیشن، وقتی که برنامه شروع شد نوتیفیکیشن دریافت کنید، همینجا این رو فعال کنید که همیشه نوتیفیکیشن براتون بیاد. و دوم اینکه برید رو صفحه من و صفحه رو فالو کنید. حالا نیاز نیست درخواست دوستی بدید، چون که تقریبا 5000 تا دوست من پر هست، ولی که میتونید صفحه رو فالو کنید، تو یوتیوب هم سابسکرایب بشید، پیدا میکنید به راحتی. خب کوروش تورنتون عزیز اگه اشتباه نکنم، دوستان عزیز که کامنت گذاشتن، فرامرز کریمی نوشته در ضمن جناب مبارزی این فیلم شهرزاد جدید که داره میاد توش بسیار تحریف شده. من که گفتم شهرزاد یک سریال، یک دروغ تاریخی است در قالب یک داستان عاشقانه. دروغ تاریخی رو در قالب داستان عاشقانه به خورد مردم میدن، مردم هم نگاه میکنن، گریه میکنن، آخه چه عشقی، چه خوبه، چه من دیدم که میگم. یکی از دوستان بود ما رو ول نمیکرد، رها نمیکرد، میگفت این شهرزاد رو ببین، میگفتم آقا نمیخوام این شهرزاد، نمیخوام نگاه کنم. گریبان ما رو گرفته بود که سریال شهرزاد رو ببین، و ما هم تن در ندادیم، چون میدونم این سریال هایی که میسازن مثل این، مثل کیف انگلیسی، مثل نمیدونم اینایی که میخوان تاریخ معاصر رو، جمهوری اسلامی تاریخ معاصر ساز نیست دوستان، تاریخ درست رو نشون نمیده، معمای نمیدونم شاه از این صحبت ها. و به همین علت من هیچ کدوم رو نگاه نمی کنم. البته دوستان دیگر، اونهایی که توان تحلیل بالا دارن نگاه کنن خوبه، چون میان و دروغهاش رو کشف میکنن و میگن، ولی خب من علاقه ندارم اینها رو نگاه کنم، وقت رو صرف کارهای مفیدتر و بزرگتری میذارم. بله باباک خسروی نوشته که دکتر کتابداری دارن و خدمتتون که عارض باشم. درستا دورا، دورای عزیز کامنت گذاشتن. سوسن مریدی نوشتن که این زمان واقعا فرزند ابو شریف از این زمانی. والا این آقا زمانی هیچ نوع ردی ازش بر جا نیست، حالا اون اصلاح طلب ها و اینها یه خورده به قولی یک کارهایی درون ایران کرده بودن، این انگار همین جور بسته بندی پیچیدنش فرستادنش خارج، هیچ اثری ازش در داخل کشور نیست. خودش میگه روزنامه نگار، ما هیچ ندیدیم از اون روزنامه یک مثلا تیتری، مقاله، یه چیزی حالا منتشر کنه ببینیم، بد نیست. درود مهدی مخدومی عزیز، دوستمون از ایران. درود به همه یارانی که از ایران برنامه رو میبینن. از ایران برنامه دیدن افتخار، یعنی افتخار که چه عرض کنم، سختی دوچندان داره دوستان. فیلتر شکن باید بزنی، سرعت اینترنت کم هست، نمیدونم، خیلی مسائل خیلی هست. دوستانی که در یوتیوب، در فیسبوک میان از ایران برنامه رو میبینند، برای من یک پله ارزششون بالاتر هست، چون به سختی این کار رو انجام میدن. درود کاوه آزادی عزیز، تحمینه آریای عزیز و انوشیروان پهلوی عزیز، یاسر صیادی عزیز، آناهیتا ایران دوست عزیز و حمید بیات عزیز، اجدر آریایی عزیز، نیما آریان عزیز و به بالا میاییم ببینیم، بنفشه پور عزیز، لیلا صادقی عزیز، بانو حسین پور عزیز. بانو حسین پور نوشتن که تنها شانس رهایی ملت ایران گرد آمدن حول محور شاهزاده است و باقی حرفها فقط آلودگی صوتی است. سخن بسیار درست است و ببینید 100 تا شاخه درست کردن برای همین هواداران پادشاهی دوستان، 100 تا شاخه درست کردن، آید نمیدونم جبهه فلان، گروه فلان، هواداران فلان.
خود شاهزاده حی حاضر هست، صحبتهاش حی حاضر هست، کتابش حی، 3 تا کتاب نوشتن، نوشتاش. شما ترویج اندیشه شاهزاده رو بدید، این همه گروه و دفتر و دستک و اینها. تهمینه آریا نوشتن که من از معمای شاه یک صحنه دیدم که رضا شاه بزرگ آخونده رو کتک زد، قشنگترین صحنه تو زندگیم. البته اون صحنه تهمینه آریا مال یک فیلم دیگه بود، فکر نکنم مال معمای شاه بود. فریاد آریای عزیز نوشتن که احترام گذاشتن به حریم خصوصی دیگران اولین نشان از بلوغ اجتماعی می باشد که شوربختان ایرانیان به چنین بلوغی نرسیدن. مزدوران ایران ستیزان را باید افشا کرد. ادی آزاد عزیز، دوستان این سوال چیه؟ این مرتب میان هی از من میپرسن نظرت راجع به فخرآور و کتابش چیه؟ این دوستان عزیز اگه میخوان این سوال رو بپرسن لطفا با اسکایپ و تصویر خودشون بیان بپرسن این سوال رو، من برایشون شرح میدم در خصوصی. و سعید امیدی عزیز و همه دوستانی که تا حالا برنامه رو دیدن و به اشتراک گذاشتن، سپاسگزار از همه دوستان. امیدوارم که به هر حال ما راه رو بشناسیم و در راه اصلیمون مبارزه کنیم. راه اصلی هم حمایت 100% از شاهزاده هست و اندیشه های ایشون هست. به راه های انحرافی نریم، بقیه راه ها دکون هست دوستان. اگه دکون نباشه راههایی هست که به استعمار و استبداد ختم میشه، یعنی مثل این مزدورانی که تو رادیو فردا و غیره و غیره نشستن و فقط خط و مشی خود شاهزاده رو دنبال کنید. الان ایشون خیلی مستقیم تر از گذشته و خیلی بهتر از گذشته ارتباط دارن برقرار میکنن. هیچ نمونه به قولی معاون و منشی و اینا بخواید از صد یک نفر دیگه رد شید تا با ایشون صحبت کنید، وجود نداره. راحت به ایشون پیام بدید، پیام بگیرید و آزادی هم نزدیک است. دیدید که جمهوری اسلامی دوباره تحریم شد، سپاه تحریم شد، از فردا میافتند دنبال این عوامل و رژیم در همین آمریکا، در اروپا. و وقتی اسم یک سازمان بره تو لیست گروه های تروریستی، تمام این دکون هاشون بسته خواهد شد به یاری اهورمزدای ایران. خب بدرود میگم به همه عزیزان تا برنامه دیگه. امیدواریم که برنامه ها رو اشتراک بگذارید و به قولی فالو کنید و سابسکرایب کنید. بدرود تا درودی دیگر بار.